میترسین از اینکه یه موقعی پرونده وکالتتون رو لغو بکنن و بیکار بشین؟ نه اون که به هر حال من 31 سال وکیلم دیگه، آردمونو بیختیم، الکمونو آویختیم، از این بابت هر چقدر کار باید میکردیم کردیم. و من در واقع پرونده های مالی هم خیلی کم دارم، چون پرونده مالیاتیم پیداست، میزانی که مالیات به بابت پرونده هایی که میگیرن میدم، ولی همین پرونده های دوستان رو انتخاب میکنم، اون دیگه میلمه، عشقمه، علاقمه. آیه دکتر احمدی، اشتباه هایی که آیت الله شاهرودی در دوره ریاست 10 سالش بر قوه قضاییه داشتن نظر شما چی بود؟ من این اشتباه رو برمیگردونم از اشتباهاتی که از مرحوم دکتر بهشتی بود تا الان. من این اشتباه از ابتدا تا الان ادامه داره و متاسفانه بازم ادامه خواهد داشت. حضورتون عرض کنم برابر قانون اساسی رئیس قوه قضاییه باید مدیر، مدبر، مجتهد، عادل باشد، با یه صفت دیگه که خواهم. تمام این افراد از مرحوم شهید بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله یزدی، آیت الله شاهرودی و آیت الله لاریجانی، همشون انشاءالله مدیر، مدبر، عادل و مشهد، چون تشخیصشون هم با جای دیگریست و به یقینم بودن و هستن. اما به فتوای من یک صفت از اوصاف قانون اساسی هیچ کدوم از آقایون نداشتن و هیچ کدوم ادعا ندارن که اون رو داره، میگه آگاه به امور قضایی. آگاه به امور قضایی مثل هر موضوع دیگری ذاتی نیست، اکتسابیه. به قول قدیمی ها باید خاک زورخونه رو خورده باشی، باید بیای بشینی فرمی استاد. روز اول که ما وارد دانشگاه حقوق شدیم، استاد و اساتید آقای دکتر کاتوزیان که خدا زنده نگهشون بداره و توفیق بیشتری بده که آثار بیشتری رو تألیف کنن و کمبود کتابای حقوقی رو ایشون تا اندازه‌ای دارن جبران میکنن، از کلمه حق با ما شروع میکرد. حقوق رو میگه حقوق آخر ماه، مواجب به قول اهل تاریخ، یا حقوق به معنای اخص کلمه. خب از اینجا باید شروع کرد. من یه خاطره رو تعریف کنم، برای سال اول دانشکدم شنیده نیست، فکر کنم چون نوشتم چاپم شده. بگی هر چی بگین شنیده نیست. بله نه خواهش میکنم، فقط وقت شما رو میگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. ما دعوت کردیم شما رو تو تور انداختیم مثل دیگران و که به زور به تور میفتند و این گفتگو رو داریم با تون انجام میدیم. خیلی سپاسگزارم. بفرمایید. سالش 51 من وارد دانشگاه 50-51 وارد دانشگاه حقوق که شدم، خب متأسف 34 شما حساب کنید، ببین دیگه من 16 سال و نیم من بود، چه بچه بودم. و اولین 16 آذر رو تجربه میکردیم، از شهرستان اومده. خب یه دفعه 16 آذر اعتراضات آنچنانی دانشجویی، دانشگاه تعطیل کردن. ما هم گفتم خب حالا چه بکنم، راه افتادم برم دادگستری رو ببینم. تا اون موقع دادگستری کرمان رو دیده بودم، ولی دادگستری تهران رو ندیده بودم. سوار اتوبوس شدم به طرف دادگستری، سوال کردم چه اتوبوسی میره و یه آقایی هم سوار شد، قد کوتاهی داشت، لاغر اندام، سن و سالی ازش رفته بود و یک کراوات لاغری زده بود و جزوه منو دید. همینطور وایساده بود به میلیته که داده، گفتش که دانشوی حقوقی. گفتم برد بخو کجا میری چی میکنی؟ گفتم دارم میرم دادگستری ببینم. گفت کسی کاری اونجا داری؟ گفتم نه، خب به هر حال یا قاضی میشم یا وکیل میشم، میخوام اونجا رو ببینم. این شروع که صحبت کردم، منم خیلی قشنگ صحبت میکنه، شروع که نصیحت کردم که به هر حال این رشته
مهمیه، با حقوق مردم سر کار داره، با ارض مال و ناموس مردم سر کار داره، و این که باید این باشید. خیلی خوب صحبت میکنه. مثل میدون فردوسی جا هم خالی شد، نشستیم، دست ما رو گرفت، اومدیم انتهای خیابون باب همایون و از اتوبوس پیاده شدیم. این دست من همینطور دستش بود، گفت میبرم اتوبوس. من دیدم هر کس که رد میشه وای میسته بیان سلام میکنه. اول که خب به من که سلام نمیکردم، من که تازه اون مکان رسیده بودم، و کم کم پیچیدیم نزدیکی داد گذنه، همه وای میسن. وکلا اون موقع خیلی با ابهت بودن مثل الان و من از رد خارج نشده بودن، اونا خیلی قبراق بودن، همه وای میسادن سلام میکردن بهشون. اومدیم جلوی داروز، همه پاسبانا و نظامی ها دست میبردن بالا، خدای این کیه؟ این آدم این همه احترام داره. خلاصه رفتیم بالا، این آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور، 13 سال دادستان کل کشور بود و ما الان بهترین منبع حقوقیمون، 4 جلد کتاب ایشون صرف نظر حقوق جزاش، موازین قضاییه. ایشون با اتوبوس، من می اومد دادگاه مطلبی نوشتم، در روزنامه اطلاعات چاپ شد و تو سایت هم هست، و اسمو خواهش میکنم حداقل بعدش سایت منم این زیرنویس بذارید، یک تبلیغی هم برای سایت ما بشه، پر بیننده است البته، چون سایت خاصی هم، هم حقوق داره، هم تاریخ داره، هم کشاورزی داره. خب این آدم از دادیاری شروع کرده بود به دادستانی، دادستانی کل رسیده بود. به این اعتبار من میگم چون از بدنه دادگستری، یعنی از درون دادگستری، متاسفانه تا این سالیان کسی وارد داد به صلاح نوک هرم نشده، ضمن احترام به تمام آقایون، چون به هر حال عرض کردم مدیر و مدبر و مشهد و عادلن، ولی این آگاه به امور قضایی باعث دردسر، عدم آگاهی به امور قضایی باعث دردسر شده. آقای یزدی کل دادگستری رو به هم ریخت، دادگاه عمومی تشکیل داد و آقای شارودی گفت ویرانه ای رو تحویل گرفتم. آقای شارودی هیچ کاری برای اون ویرانه به نظر من نکرد، بسیار آدم نازنینی بود، بسیار آدم منی و طبیعی، از بخشنامه هایی که میکرد جلوی این اعدام بگیره، جلوی اون نمیدونم حکم رو بگیره، دلش میخواست. ولی خب اصل مطلب همون بود که آگاه به امور قضایی نبود. آقای لاریجانی هم که دیگه اخویشون تعریف خوبی ازشون کردن، آقای علی آقای لاریجانی، آقای دکتر لاریجانی رئیس قوه قضاییه، با ما همیشه قبطه به حال آقا صادق میخوردیم، چون ایشون کار اجرایی نداشت و ما کار اجرایی داشتیم، به گرفتار بودیم، ایشون کار اجرایی نداشت. خب دیگه شهادت برادر بهترین شهادت است دیگه، و واقعا خودشون کار اجرایی نداشت. نخستین کار اجراییشون در بدترین زمانه وارد دستگاه قضایی شدن، و من همیشه ناراحتشونم. بدترین زمانه از چه لحاظ؟ از این بابت که انتخابات رئیس جمهوری برگزار شد، انتخابات مسئله داری بود، هر حال 14 میلیون نفر به آقای به طرف مقابل رأی دادن، در وزن 14 میلیون حقوقی برای خودشون قائل بودن، معترض بودن. شاید میشد کار دیگه کرد که من آدم سیاسی نیستم، وارد نیستم که چه کار میشه کرد، ولی شاید بهتر میشد کار کرد. و یک پرونده تشکیل شد، پرونده ای که از نایب رئیس مجلس بازداشت شد، آقای مهندس بهزاد نبوی یکی از عزیزان کشوره. بزنین برسیم به این پرونده. خب قبل از این... نه حالا همین جا رو میخوام داشته باشیم. این پرونده زمانی تشکیلش انتهای دوره آقای تولا شاهرودی بود، وسط، یعنی دو جلسه در دوره ریاست جمهوری، در ریاست قوه قضاییه آقای تولا شاهرودی، و جلسات دو جلسه هم در دوره ایشون، تا اومدن مصدر کار شدن درخواست غیرعلنی بودن دادگار کردن که اون شوی آنچنانی برگزار نشه. این بدترین مقطع بود دیگه از نظر من. بله. خب اقدامشون مثبت بود نسبت به اقدام آقای شاهرودی یا نبود که برگزار نشود دادگاه های اقدام دادگاه؟ میدونی اصلا درست بود؟ اقدام دادگاه غلط بود.